دوستان عزیز فیسبوکی من ناناز پیرنیا هستم و این روز با به اتفاق یک مادر تینیجر که ایجوکیتر هم هستن در مورد اوضاعی که من میبینم و خطرناک میبینم برای تینیجرها و مغزشون با شما صحبت میکنیم و شاید به نتایجی برسیم. مرسی فرشاد. بفرمایید رو آنتن هست. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، به اتفاق فرشاد بلندیان کارگردان اتاق فنی و با سلام به دوستان فیسبوکی خودم به همه شما سلام عرض میکنم. میدونم که دوران سختی رو داریم میگذرونیم و همه ما از اون روال عادی زندگیمون همه چیز خارج شده و مسلماً اثرش رو روی خودمون و بچه هامون داریم. امروز برنامه بسیار جالبی رو براتون ترتیب دادم برای در رابطه با اوضاع بچه ها و تینیجر های ما و من به یه مقداری نگرانی رسیدم برای نوعی که ما شاید اجازه میدیم بچه هامون، نوجوانانمون و جوانانمون زندگی بکنن و به نوعی که اجازه بهشون میدیم با این اعتیاد و ادیکشن به این سکرین ها و تبلت ها و الکترونیکس زندگی بکنن و امروز که کووید هم پیش اومده بیش از پیش من پدر و مادرها رو بیچاره، ناچار و مستعصل میبینم و بیش از اون متاسفانه بچه ها و جوانانمون رو در خطرهایی میبینم به خاطر دانشی که در علم مغزشناسی امروز داریم و توانایی که برای نقشه برداری مغز داریم و میدونیم که نحوه زندگی کودکی و به خصوص تینیجری در رابطه با مغز و اتصال سلول‌ها به جلوی پیشانی و ایجاد اون ادالت و فرد بالغ و عاقل بسیار لازمش زندگی نرمال و متوازن و انشعابات عالی و خوب در تینیجریه و من امروز که با شما صحبت می‌کنم علت این که بحث رو شروع کردم و از دوست عزیزم مادر عزیزی به نام ویدا که هم تینیجر داره و هم ادوکیتر هست و با تینیجرهای زیادی ارتباط داره، میخوایم به عنوان یک مادر و از طرف اون و من به عنوان کسی که مشکلات رو میبینم راه حلایی رو انشالله برای شما در خانواده داشته باشیم به خاطر نوعی که زندگی میکنیم، روشی که پدر و مادری میکنیم، اتفاقی که به خاطر کووید و انزوا و خانه نشینی به وجود آمده و روابط نداشتن و اجتماعی نبودن بچه ها و عدم صرف وقت معنیدار با اونها مشکل بسیار زیادی و گپ زیادی و خلأ زیادی رو در بچه هامون ایجاد کرده که تمام این اتفاقاتی که در کودکی، نوجوانی و اول جوانی میفته سرنوشت ساز موفقیت ما و موفقیت درسی و زندگی و روابط زناشویی آتیه بچه های ماست. من بی نهایت دلم شور بچه ها رو میزنه و قبل از اینکه ویدا جان روی خط بیان میخواستم اولا تلفن استودیو رو بدم 323-512-7264 و تلفن مرکز ما 310-286-1480 هست. با من تماس بگیرین و اگر اطلاعاتی رو میخواین یا اگر میبینین بچه ها مشکل دارن با همون علائم اول بیارشون که ما مغز رو دوباره سازی کنیم، بهش برسیم،
نوتریشناش رو تأمین بکنیم و اجازه ندیم که بچه ها گرفتار بشن. خط داریم. من فقط قبل از اینکه ویدا رو روی خط بیارم میخواستم به شما یادآوری بکنم که اولا برنامه ها رو بعدن رو فیسبوک و یوتیوب خواهید دید و بعدم آفیس جدید ما در گلندل و در ایرواین هست به اضافه آفیسی که در بیولی هیلز داریم. خواهش میکنم اگه مشکلی دارین، اگر مشکلی از لحاظ فکری، برین و یا بدن، جسم، گاد، دل، روده، لاغری، چاقی، خواب و غیره دارین، یه فرصتی بدین که ما علتشو براتون پیدا بکنیم. و امروز هم که با شما صحبت میکنم علت اصلیش اینه که من با تعجب زیاد و نگرانی زیاد در ماه پیش فقط 9 تا تینیجر بین 12 تا 15 ساله رو دارم میبینم که فکر میکنم به خاطر نوع زندگی منجمد ثابت ماشینی الکترونیکس، به خاطر تغذیه اشتباه، به خاطر نبودن ارتباط عاطفی و نزدیکی به والدین و به خاطر تغذیه اشتباه، یادگیری های اشتباه، تمام سلامت فکر و روان این تینیجرها به هم خورده. من دلنگران تینیجرها هستم به خاطر اینی که میبینم تمام این 9 تینیجر و تعداد خیلی زیادی که شاید شما بشناسین، تمامشون علائم یکسانی رو از خودشون نشون میدن. تمام این تینیجرها در واقع با یک احساس استراب، فشار، نگرانی، ترس، رفتار بد، رفتار خشن و رفتار بی نهایت خشونت آمیز با پدر و مادرها، اعتیاد به الکترونیک ها، عدم داشتن یک خواب خوب و تغذیه خوب و تمامشون حالتهای شدید وسواسی، خیلی ها به بدنشون صدمه میذارن و کاتین کردن و خیلی ها از سن 11 تا 15 تمام اینها حالتهای سویسایدال و افکار لطمه زدن، صدمه زدن به خود و حتی قصد خودکشی رو درشون میبینیم. یادتون باشه که سن قصد خودکشی داشتن هیچ وقت 11 و 12 به صورت نرم نمود و من امروز نگاه میکنم به بچه هایی که بی توجه، توانایی تمرکز رو ندارن، جلوی پیشانی کمک نمیکنه که اینها تصمیم بگیرن، توی موقعیت های مختلف اوضاع رو بسنجن، از لحاظ احساسی درمانده و مثل بچه های 5 ساله هستن، اون رشد و پختگی احساسی و ایموشنال اینتلیجنس برای این بچه ها اتفاق نیفتاده و تمام آنچه که فکر میکنن من خوب هستم، من که هستم رو 95% از روی سوشل میدیا و افراد غریبه و افراد عجیب و غریب، یادگیری های عجیب و غریب میگیرن، رفتارهای عجیب و غریب جنسی دارن نسبت به خودشون و اینکه از لحاظ سکشوالیتی چی هستن کاملا گیجن. همشون به من میگن ما نمیدونیم بایسکشوالیم، دختر دوست داریم، پسر دوست داریم و بعد حالتهای بادی دیسمورفیک دارن به خاطر آنچه که میبینن روی این تبلت ها. پرفکشنیست بودن رو به جای واقعیت اینی که من چه هستم و it's good enough و خوب هستم جایگزین کردن. و بگذاریم از خطرات استفاده از دارو، مواد مخدر، جول، ای سیگارت. باورتون میشه که 641%
بین سال دو سال پیش تا امروز که مقدار فروش ای سیگارت ها 2.5 میلیون بوده، امروز بالای 20 میلیون به تینیجرها به فروش داره میرسه و وید و مواد مخدر دیگه و الکل داره تمام امکانات رشد مغز رو به موقع میگیره. قبل از اینکه ویدا رو خط بیاد یادآوری میکنم که سن موقعی که در رحم مادر هستیم یکی از مهمترین دوره ها برای پختگی و شانس اتصال مغز سلول های مغز در رحم مادر و قسمت دومی که مهمه دوران تینیجریه و دورانیه که سلول های مغز 600% بیشتر سریع رشد میکنن، توانایی یادگیری و جذب اطلاعات رو دارن و به این ترتیبه که ساختمان سازی مغز تا سن 18-19 سالگی قراره به جلوی پیشانی برسه و ما فرد عاقل بالغی بشیم. و متاسفانه امروز در نقش برداری که ما میکنیم و بچه‌هایی که میان پلومون میبینیم که صدمات بسیار زیادی الکترونیکس، این الکترومگنتیک فیلد، این رادیشن و بعد ساعت‌های طولانی، یعنی آمار نشون میده بچه‌ها 40 ساعت در هفته روی تبلت‌ها هستن و 3 ساعت با پدر و مادر کامیونیکیشن و مکالمه و ارتباط معنوی دارن. امروز جامعه ما جامعه بسیار مستعصلی شده برای اینکه کنترل بکنه، سرپرستی بکنه و مواظب آنچه که برای بچه های ما میگذره باشه. یادتون باشه که این سوشل میدیا یک مکان غیر امن بدون پلیس، هرج و مرج، خطرناک، پر از پردیترز و افراد بد و یادگیری های بد هم هست و اگر که این سوپرویژن در مقابل اجازه‌ای که بچه‌ها به آنلاین اکسس دارن نباشه، متاسفانه هم از لحاظ مغزی، هم از لحاظ بدنی، احساسی، فکری، اجتماعی و موفقیت و یادگیری‌ها بچه‌های ما در خطر زیادی هستند. و من مثال‌هام زیاده، فقط دلم می‌خواد که به جای اینکه فقط من بگم، مادر بسیار عاقل، مهربان، تحصیل کرده، واقف به آنلاین و اینترنت مهمان من هستن تا با هم شرایط بهتری رو برای بچه هامون ایجاد بکنیم، وگرنه ما در نوروساینس و من در تحقیقات مغزم به شما 100% میگم که اگر این روابط و این اتفاقاتی که داره میفته و این نحوهی که بچه ها زندگی میکنن عوض نکنیم، گیر و گرفتار خواهیم بود. یادتونم باشه که گروه اولی از بچه ها، جنریشنی که از قبل از اینکه مادر حامله بشه، با الکترونیکس، با الکترومگنتیک فیلد و با رادیشن در کنارشون بوده و در هنگام حاملگی، زایمان و تا به امروز بچه های الکتریکی هستند، این گروهن که ما تازه داریم مغز شناسی می کنیم و هیچ کدوم واقعا نمی دونیم اثرات این روی نحوه اتصال مغز و نحوه شخصیت و نحوه مود و نحوه زندگی و نحوه نداشتن مشکلات عاطفی و جسمی چه اثری میذاره. در نتیجه ما بچه های تینیجرمون و نوجوانان و جوانانمون گینی پیک هستن و گروه اولی هن که ما داریم این اتفاقا رو میبینیم. خبرهای دست اوله و شما رو دعوت میکنم که با ما باشین. فرشاد جان، خانم ویدا رو اگه میتونی روی خط بیار. بفرمایید، رو خط هستم.
مرسی. ویدای عزیزم. سلام عرض میکنم. خوش آمدی به برنامه من. خیلی ممنون، لطف کردین، باعث افتخاری که در برنامه یک دنیا ممنونم که با ما هستی به عنوان یک مادر تینیجر، به عنوان خانومی که از الکترونیکس سررشته داری و ادوکیتد هستی و به عنوان یک خانومی که با تینیجرهای زیادی هم سر و کار داری و من نمیدونم نظر تو چیه در رابطه با این دلنگرانی که من الان برای نوجوانانمون دارم. شما خیلی به درستی گفتین. الان واقعیت اینه که قبل از شروع پندمیک هم من فکر میکنم خیلی از پدر و مادران نگران این بودن که بچه هاشون ساعتها پای تلفن یا آیپد یا لپتاپ و غیرن، ولی دیگه شرایط پندمیک همه چیزو چندین برابر خراب کرد، برای اینکه الان دیگه بچه ها مدرسه شون هم پای لپتاپ هم و ما واقعا نمیدونیم که اون ساعتهایی که اینا 3 ساعت 4 ساعت پای لپتاپ هم کدوم قسمتش رو دارن درس میخونن، کدوم قسمتش رو دارن روی سوشال میدیا میچرخن و واقعا خب الان شرایط خیلی بدتر شده. به اضافه این که چون ما بقیه امکانات رو از بچه ها گرفتیم، یعنی اون تفریحاتی که قبلا داشتن، سینما برن با دوستاشون هنگات کنن، مهمونی های خانوادگی داشته باشیم، مسافرت بریم، همه اینا رو ازشون گرفتیم و من شخصا به عنوان مادر فکر میکنم حق ندارم فشار بیشتری بهش بیارم و اون چیزی رو که الان من دخترم 14 سالشه بیام فشار بیشتری بیارم و اون تلفنم یا آیپدم یا مثلا اگه روی لپتاپش داره فیلم نگاه میکنه رو ازش بگیرم. یعنی یه چیز دوگانه ایه که واقعا ما نمیدونیم کدوم طرف درسته، باید چیکار کنیم. درسته، ولی ویدا جان اینجا من مسئله مهمیو که میخوام حتما ذکر کنم روی صحبت شما اینه که ما هیچ وقت زندگی فیر نیست و همیشه برای همه بالا و پایین داشته و چقدر خوبه که از یک طرف بچه های ما متوجه بشن که چقدر زندگی و چقدر اپریشیشن آنچه که داشتن مهم بود براشون، ولی در کنار اون شما اگر سوپرویژن و اگر کنترل و اگر اپ های لازم برای اینکه بدونین بچه ها کجان و کدهای اونا رو ندارین، در قسمت دیسیپلین و در قسمت سرپرستی از بچه ها که خدای نکرده به خطر نیفتن مشکل پیدا می کنین. چون ما همونقدر که اگر الان تینیجر من اگه 12 سالشه 14 سالشه را بیفته بره توی خیابون و برای خودش بره مسلماً اجازه نداره، همونطور که اگر دمه یه پرتگاه باشه ما مسلماً در رو میبندیم و مواظبیم، این سوشل میدیا اگر مواظب و سرپرستی پدر مادرها رو نداشته باشه، بچه ها در یک دنیای گم بدون پلیس بسیار بسیار خطرناکی هستن و موضوع سر اینه که ما بتونیم سوپرویژن داشته باشیم و تایم. من خیلی صدا دارم از اون ور فرشاد. ویدا جان جایی که شما هستین صدا نیست زیاد؟ نه من اوکی تلفن لندم و رادیوام خاموشه. اوکی عزیزم، میخواستم مطمئن باشم صدا خوبه. ویدا جان شما فکر میکنین بچه های شما چند ساعت روی این تبلت ها و روی این به غیر از موقعی که درس میخونن باید باشن؟ اینا در الان با توجه به شرایط مدرسه
یه چیزی بین 4 تا 5 ساعت اینا به طور معمول مدرسه شونه، یعنی ساعتی که بینش هم یه 15 minutes break داره. من تلفن رو برای اون ساعت ها کامپلیتلی از سوشال میدیا بلاک کردم، که قبلا می دیدم که اوایل اینا تلفنشون که کنارشونه at the same time میرن روی زوم با معلمشون و بعد حواسشون وسط کار پرت میشه. خیلی وقتا اصلا به خاطر قوانین پرایوسی معلم ها اجازه ندارن به شاگرداشون بگن که شما حتما باید کمراتون آن باشه، ازشون خواهش میکنن ولی خیلی وقتا بچه ها میتونن نکنن و اجبارشون نمیشه کرد. درسته. به نظر میاد که این جزء قوانین. ویدا جان همینجا صحبت رو نگردار، برای اینکه میخوام به بقیه والدینم یاد بدی چه کار باید بکنن. ما بریم آگهی ها و برگردیم. خب دوستان عزیز فیسبوکی من، فکر میکنم که این بحث جالبیه. فاطمه کرمانی عزیز، فرشاد جان صدای شما قبلش خوب بود، من این اواخرش خیلی قطع بس میشد و رو اسپیکر بود، انگار دور بود صدا. آره چرا اینطوری شد به نظره؟ نمیدونم، شما تلفن عوض کردید؟ نه هیچ کاری نکردم، هیچ کاری نکردم. الان خیلی خوب، اول نمیدونم چرا رو آنتن لحظه آخر دیگه صدا دارم خراب شد. اولش خوب بود. آره منم خیلی خشخش شنیدم. آره اون طرف خوبه است، خانم خوبه. اوکی اوکی، مرسی فرشاد جان. شما با همیش تلفن اوکی؟ خیلی شماره دیگه اختصان بزن یا همینه؟ نه دیگه، من الان هیچ تلفن دیگه جلوم نیست فرشاد. بس همینه. آره حالا بریم جلو ببینیم. مرسی دوستان فیسبوکی من، شما صدا خوب میاد، به من یه خبری بدین از لحاظ صدا و اگر سوالی دارین برای تینیجرها بچه ها از لحاظ آنلاین بگین، برای اینکه ما با هم به یه نتیجه خوبی برسیم. جکلین یمین عزیز ما، صدری قرخانی، تناز اطلسی، کازن من از لندن، فاطمه کرمانی سلام عرض می کنم، روشنک حق سلام عرض می کنم، گفتن که صدا هم خوبه و ما مندی تامورا از لندن، شری عزیزم، شری مشهود عزیزم، سوزی خاتمی عزیز، خیلی افتخار می کنیم که شما با ما هستین و سریا پاستور عزیز. من آذر سالمی عزیز خوش آمدیم. من دوستان عزیزم، برای اینکه وقت نمیشه زیاد راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم، میخواستم به شما چند تا های جان فرزاد میلانی عزیز، while you were talking to your guest the sound was not very clear, now it's good. آره سوزی، فرشادم گفت که چند دقیقه آخر صدا خراب شد ولی الان میزونش کردیم. ما هممون دیگه کامرامن شدیم، مواظبیم این انگل درست باشه. این واقعا من انقدر کامپیوتر سوی شدم به خاطر این کووید که حق نداره. من دلم میخواست برای شما وقت معنیدار، وقتی که میگیم کوالیتی تایم، ببینیم این کوالیتی تایم یعنی چی. برای اینکه من فکر میکنم هممون با مادر پدرها با بچه ها این رابطه نزدیک معنیدار رو حتی معنیش براشون عوض شده. ببینین معنی وقت معنیدار که باعث نزدیکی پدر و مادر با بچه ها میشه و باعث این میشه که بچه ها بخوان به حرف اونا گوش بکنن و احترام باشه، اولیش یعنی اینی که ما صرف کنیم. نلی فرنودی ظهیری عزیزم خوش آمدی به برنامه، یک بار من و شما باید با هم مهمان برنامه من باشیم، خوشحالم با ما هستیم. موقعی که وقت معنیدار میگیم، یه توجه مخصوصی
که اول از پدر و مادر شروع میشه باید به بچه ها برسه. من متاسفانه میبینم در این بچه های گرفتار تینیجر تمامشون احساس میکنن که پدر و مادرها پدر و مادریشون به این صورته که به جایی که رابطه برقرار کنن با تحکم، با زور، با تهدید و با کنترل شدید بخوان اونها رو به راه راست هدایت کنن. و این نوع پدر و مادری در تینیجری باعث پاور استراگل و یک تنش زیادی بین هم برای رسیدن به قدرت میشه. توجه مخصوص و توجه به احساس بچه‌ها و خواسته های اونا و عدم مقایسه اونا با بقیه بچه هامون، با سیبلینگاشون و با دوستاشون یا با کازناشون خیلی مهمه. بعضی وقتا ما نقاط ضعف بچه هامون رو پیدا می کنیم و روی اون دست می زاریم. تو که شعورت نمی رسه، تو که درس یاد نمی گیری، تو که آدم نمی شی. باید نسرین بهنام، من مجبورم رادیو رو یه ذره بشنوم برای اینی که بدونم کی میریم روی ایر. الان کم ترش کردم. مرسی که گفتیم نسرین بهنام عزیز، خوش آمدیم به برنامه. چقدر سخته که ما اون توجه مخصوص رو بدیم، احترام رو بدیم، مواظب احساساتشون باشیم، خواسته ها و احتیاجاتشون رو به موقع و به جا و با قانون و با یه مقدار قانون خوب در خانواده رابطه معنوی و مهمی رو برقرار بکنیم. ولی من امروز میبینم بددهنی، بداخلاقی، مشاجره دعوا بین زن و شوهرها و در نتیجه مشاجره بین بچه ها، یادگیری های غلط اونها از هم و اینکه این آنلاین رفتن ها و الکترونیکس پدر و مادرها رو هم به نهایت درگیر کرده، یک رابطه غیر عادی جداگانه آیسولیتد تنهایی بین همه ایجاد کرده. ما با هم کمتر حرف میزنیم، ما با هم کمتر بیرون میریم، با هم از احساسات هم خبر داریم و الان به یه جایی رسیده که این آیسولیشن و جدایی به یک تنهایی فردی رسیده و بچه های تینیجر ما متاسفانه اتریسکن که بیشتر روی الکترونیکس برن برای اینکه مات بشن و یک کسی بهشون بگه چجوری هستن، خوبن، بدن و یکی اینترتینشون کنه. دیگه فکر انتزاعی ندارن، دیگه قابلیت تجزیه و تحلیل مشکلات رو ندارن، اصلا دیگه تحمل مشکلات رو ندارن و دیگه از لحاظ احساسی بزرگ نمیشن. در واقع درگیری نحوه پدر و مادری که ما میکنیم نقش ساز بقیه زندگی بچه هامون هستش. یه چند تا رکسی مریم پیرنیا دختر عزیزم هم رو خطه. من خواستم یه چند تا آمارم بهتون بدم. بچه های ما قاعدتاً باید حدود 10 ساعت در هفته از لحاظ نحوه لازم برای مغز سالم داشتن روی ویدیو گیم ها باشن، ولی باورتون میشه که تا 18 سالگی بیش از اون ساعتهایی که برای درس میذارن آنلاینن و بچه ها بیش از 200,000 صحنه وایلنت، خشونت و جنگ و کشتار و خونریزی رو میبینن. ما 92% بچه هامون بین 8 تا 18 سالگی ویدیو بازی میکنن و 10% اونها دچار اعتیاد میشن. ما داریم برمیگردیم روی خط. اینم تبلیغ منه برای رد لایت. واقعا موثره، واقعا وزن و پایین میاره، اینچ کم میکنی،
و اون لایتش فعالیت سلول ها رو اضافه میکنه. الو فرشا جان، آماده ما حاضریم که ویداران رو خط داشته باشیم. صداتون یکم دور رفت الان، اون موقع بهتر. الان بهتره فرشا؟ الان بهتره. بله اوکی عزیزم، گوشی خدمتتون. اوله سامنی عزیز، خوش آمدین به برنامه در رابطه خطر این اینترنت الکترونیکس به موقع طولانی و حالتهایی که بچه ها مونده. مرسی. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، به اتفاق دوست عزیزم ویدا جان، مادر نمونه و ادوکیتر، با شما هستیم حل پیدا بکنیم برای این مشکلی که من میبینم. بچه های خشمگین، بچه های بی‌حوصله، بچه هایی که از هیچ چیزی خوشحال نیستن، مشکل خواب دارن، مشکل یادگیری دارن، وسواس دارن، جنگی هستن با پدر و مادرها، نمیخوان باشن، مشکلات بدنی، خوردن، ایتینگ دیسوردر و غیره. ویدا جان، ویدا جان صحبت کردی برای اینکه شرایط کووید مسائل و کارو خراب کرده، من قبول دارم اونو، ولی هر استفاده از هر الکترونیکس یا هر چیزی که میتونه دچار مشکل بکنه بچه های ما رو، هم از لحاظ یادگیری های اشتباه و هم از لحاظ اطلاعات بیمعنی و بیموقع و هم از لحاظ این الکترومگنتیک فیلد، ساعت های زیاد جلوی یه تبلت نشستن و تمام رابطه برقرار کردن با یه سری آدم های غریبه، من فکر میکنم که داره مغز در حال رشد بچه های ما رو صدمه زیاد میزنه. خب بله، این کاملا حرف شما درسته، منتها ما یاد گرفتیم به عنوان پرند دیگه الان در دنیای جدید راه فشار و کنترل خیلی کار نمیکنه. نهایتا ما بازنده ایم پدر مادرها و هر چیزی رو که با زور بخوایم از بچه‌ها فورسشون کنیم که کاری رو که ما میگیم انجام ندن، حتما اون کاری یه جور دیگه میکنن و از کنترل ما خارجه. همه مادر پدرها آشنایی ندارن به اینستاگرام و تیک تاک و این جور چیزا که بتونن اون کنترل بکنن. من همین بخشی که اسکرین کنترلر گذاشتم رو تلفن دخترم، مجبور شدم با خودش حرف بزنم چون باید از تلفن اون استفاده میکردم تا این کارو بکنم. یعنی قانعش کردم که در زمانی که مدرسه داره این 4 ساعتو نتونه بره روی سوشال مدیا. خودش قبول کرد و به من اجازه داد که من اینو تنظیم کنم و پسورد بذارم و حالا یه موقعی که وسط کار بریک داره از من خواهش میکنه که من 10 مینت بهش امکان اینو بدم که اون 10 مینت رو استفاده کنه. یعنی مجبوریم ما از اونا استفاده کنیم. ما یاد گرفتیم که باید به آزادی اونا احترام بذاریم که بعد به حرفمون گوش کنن. بله. مشکلی که الان من دارم که به در واقع شما میتونین به ما کمک کنین، اینی که مرز بین این کنترل و احترام به آزادی با بچه‌ها این کجاست؟ من تا کجا میتونم هم اون رسپکت رو داشته باشم براشون، همون احترام به آزادیشون رو بذارم و همین که کنترلشون کنم؟ بله ببین ویدا جان، این مهمترین چیزیه که الان منم دلم میخواد راجبش بگم که چی کار بکنیم. ببینین رابطه‌ای که الان برقرار شده بین به خصوص مادر پدرها و تینیجرها، رابطه از روی زور، تهدید، کنترل شدید و یک پاور استراگل و یک خشمی بین همه برای اینکه میخوایم یه مشکلی رو حل بکنیم وجود داره. در نتیجه شما راست میگین و ما باید اینو تبدیل بکنیم
به یک احترامی و شنونده خوب بودن به حرف بچه هامون، خواسته های بچه هامون، ولی در کنار خواسته ها، در کنار مادر و پدر مهربان، در کنار مادر پدری که توجه مخصوص بده و ساعتهای معنیدار رو بتونه با بچهش استفاده بکنه، همیشه در کنار این عشق و محبت یک قانونی هم باید باشه. و من میبینم که شما والدین به طور کلی همینطور کمتر و کمتر قانونها رو میتونین اجرا بکنین و سرپرست باشین. مثلا شما این کنترلی که گذاشتین روی تلفن دخترتون، باهاش صحبت کردین، با اجازه خودش اینو گذاشتین، ولی آمار به ما نشون میده که فقط 23% از والدین در امریکا این کنترل رو روی تلفن یا روی کودا یا روی پسوردا، به طور کلی پرنتال کنترل، فقط 23% وجود داره. در نتیجه یه جایی میرسه که با همکاری به خصوص در تینیجری، مکالمه دو طرفه خوب و با محبت، شما مسئولین که چند تا قانون رو بذارین. قانون خواب، قانون استفاده از آنلاین، قانون سن استفاده از آنلاین و قانون اینی که موقعی که شب میشه تمام الکترونیکس از اتاق خواب بچه ها خارج بشه. این سخته؟ یه ذره، یعنی این بخش همه اونا عملیه، یعنی عملی که با همون ارتباط با بچه ها گرفتن عملیه، ولی در مورد شبش من خیلی اینو میخواستم که مشخص کنیم واقعا ما چیکار میتونیم بکنیم. برای اینکه ساعتی که منی که میرم سر کار، ساعتی که باید بخوابم، دیگه نمیتونم تا یک نصف شب دو نصف شب بیدار باشم. اون ساعتی که میخوام برم بخوابم، میخوام ساعتی باشه که دخترم هم میخوابه، ولی اون توی خونه است و صبحم توی خونه است و میگه که نه، من میخوام یه ساعت دیگه بمونم، نیم ساعت دیگه بمونم. و بعد که من میخوابم دیگه کنترل از دست من خارجه. به نظر من که پدرش نصف شب 4 صبح بیدار شده و دیده اون هنوز روی تلفنه. ببینین، ما الان 95% بچه هامون روی الکترونیکس و آنلاین هن و از این 95% نشون دادن که بین بچه های 8 تا 18 ساله 10%شون حتی اعتیاد به آنلاین پیدا می کنن، درست مثل اعتیاد به هروئین. و شما مثل همین که مثلا اگر که الکل برای بچه نوجوان خوب نیست، اگه دراگ خوب نیست، خواب کم هم خوب نیست و بودن زیاد روی این الکترونیکس هم خوب نیست، در نتیجه شما میتونین اون فیلم دسوشو، خواهش میکنم همه دوستان، این فیلمی که الان روی اکرانه به نام The Social Dilemma، با بچه هاتون و با نوجوانانتون نگاه بکنین و ببینین که چقدر قشنگ اثرات این تبلت ها و این نور و این الکترونیکس رو و مشکل اعتیاد به اون رو و در نتیجه از دست دادن توانایی یادگیری. ببین الان بچه های ما حتی در این که حافظه‌شون خوب باشه، سنس دیرکشن داشته باشن، بتونن یه مپ رو بخونن، مشکل دارن. ویدا جان، شما یادم خودتون به من گفتین اینا اصلا فکر انتزاعی و کریتیکال تینکینگ دیگه ندارن. بله دقیقا درسته. یعنی یک چیزی که کامن سنس که من فکر میکنم اینا از ماها خیلی باهوش دارن، از زمانی که من مدرسه میرفتم خیلی بیشتر میدونن، دانششون خیلی بیشتره، برای اینکه دنیایی که در مقابل اینا باز شده اصلا قابل قیاس نیست با چیزی که ما مدرسه میرفتیم. ولی ما توانایی حل یک چیز
چیزایی رو داشتیم در سن مشابه که اصلا 10% هم ندارن اینا. بله. و من همیشه این فکر میکنم که چه جوریه که ما نالج اینا رو نداریم، ما به اندازه اینا نمیدونیم، اما ما خیلی چیزای بیشتری رو میتونستیم در جامعه زندگی با ارتباط با دیگران حل کنیم که اینا نمیتونن. ببینین ویدو جان، نگرانی نگرانی من اینه که دوران تینیجری، نقشه برداری از مغز، آگاهی لوکیشن های مختلف مغز امروز به ما اینو نشون میده که اگر بچه ها و تینیجر های ما انشعابات مختلف و انواع و اقسام کارهای مختلف، یادگیری، تفریح، بودن با بقیه برای اجتماعی شدن و حتی موقعی که خواب و بیداریشون به هم میخوره، متاسفانه سلولهای مغز 600 برابر قرار بیشتر این باهوش بودن و این اطلاعات عالی رو آوردن رو جابجا بکنه و در نقاط مختلف مغز حفظ بکنه. ما بچه هامون بمباران اطلاعات زیاد بی موقع بی معنی هستن، برای همین از لحاظ آیکیو خیلی چیز میبینن ولی از لحاظ رشد احساسی مغز و رسیدن به جلوی پیشانی برای اینکه کنترل اموشن، خشم و خواسته هاشون رو داشته باشن و ایمپالسیو نباشن دیگه مشکل دارن. ما الان یه سری بچه زامبی مات داریم که این تبلت ها و این صفحه هایی که میبینن به اونا دیکته میکنه که چقدر خوبن، چقدر دانش دارن، چقدر لاغرن، چقدر خوشگلن و دیگه هیچ نوع کانفیدنسی و هیچ نوع ارتباط عاطفی برای هوش ذهنی اونا به وجود نمیاد. ویدا، بله، من یه صحبت با شما داشتم یه بار، خواستم ازتون که خیلی از همین حرفا رو ما بلدیم، به بچه هامون هم میگیم ولی اونا به ما گوش نمی کنن، در حالی که وقتی از یک کسی مثل شما میشنون گوش میکنن، یعنی ارتباطی که برقرار میکنن یه جور دیگه است. مثل اینکه من حرفم به دخترم اینه که تلفنتو الان بذار زمین چون مثلا برات خوب نیست، ولی 10 چیز دیگه هم بهش میگم در طول روز و این همه این 10 تا 11 تا رو این هم میبینه، اهمیتشون کدوما مهمتره یا کدوما کم اهمیت تره رو نمیبینه، ولی وقتی از شما میشنون یه جور دیگه است. یعنی از کسی مثل شما، از یک کانسلر، از یک رول مدل، از یک کسی که احساس کنن که اون بیشتر از اونا میدونه. پرنت ها معمولا میدونین که بچه ها معتقد نیستن به پرنتشون بهتر از اونا میدونه، هیچ کدوم از بچه ها. چه راهی هست برای این؟ شما چه راهی وجود داری که شما بتونین با بچه ها با توجه به پندمیک امکان آنلاین، زوم، نمیدونم برنامه های این شکلی که تینیجر ها با اتون کامیونیکیت کنن؟ بله، من اتفاقا دارم یه برنامه میذارم روی زوم و از تینیجر ها دارم دعوت میکنم. سن رو محدود کردیم برای اینه که یه چیزاییه که من میتونم به یه 10 بگم که نمیتونم به یه 10 بگم ولی میتونم به یه 12 بگم و در نتیجه سن رو محدود میکنیم و من حتما اینو اطلاع میدم و با کمال میل هفته یک بار فکر میکنم یک زوم فان با بچه ها میذاریم، حتی از کمدین هم دعوت میکنم که انترتین بشن و در این حال مسیج رو بهشون بدیم. ولی من اینجا میخواستم یه چیزی از شما بپرسم. مشکل دیگه ای که من میبینم اینه که چرا اینقدر بچه های ما تنها و آیسولیت باید باشن که هیچ کار دیگه ای به جز این که آنلاین باشنم توی خونه نیست. تفریح، خنده، با هم بشینیم یه گیم بازی بکنیم، با هم روی نتفلیکس بریم، با هم کوکینگ کنیم، با هم بیکینگ کنیم،
چرا یه کمی وقت معنیدار ما برای اینه که بچه های ما به ما اعتماد کنن و به قانونای ما گوش کنن نداریم؟ ببینین این خیلی خوبه. ما تو خونه خودمون این سعی رو میکنیم در جایی که ممکنه، مثلا دختر من بیکینگ دوست داره، کیک بپزه یا کارهای اینجوری، و من وقتی هستم باهاش همراه بشم. اما من فکر میکنم مشکل اکثر پدر و مادر رو including me اینه که همه سر کارن، تمام روز گرفتار کارشونن و متاسفانه یکی از دلایلش هم اینه که ما وقت نداریم با بچه هامون باشیم. بعد از ظهر که میایم دیگه فرصت نداریم و اونا تمام مدت با خودشونن و به قول شما توی جهان تنها با استرنجر سر میکنن. نمیدونم، باید برای این یه فکری کرد. کاملا درسته، من فکر کنم باید همه ما برنامه داشته باشیم. آره ببین ویدا جان، من خطرها رو مرتب میبینم، بستری کردن ها رو، به خاطر عمل های عجیب و غریبی که انجام میدن بچه ها، یواشکی آنلاین خریدایی که میکنن، حتی مرگایی که پیش میاد با چیزایی که میخرن و خیلی چیزای دیگه که حالا شاید یه روز با هم باز عنوان کنیم. ولی من میگم که اگر که منم مادری بودم که خیلی کار میکردم، ولی من هر وقت که کار میکردم برای خودم برنامه بسیار مفصل متنوعی رو برای بچه ها داشتم. الان مثلا انواع کلاس ها رو میتونیم روی زوم برای بچه ها بذاریم، روی قابلیتی که دارن، توانایی که دارن و اونی که خوشحالشون میکنه. از دانسینگ میتونیم بذاریم تا کوکینگ تا هر چیزی که لنگویج پیدا یاد گرفتن. بچه ها اگر بیزی باشن گرفتار نمیشن و به خصوص من برام الان مهمه نقشی که این رابطه و این اوضای درست در خانواده باعث اتصال درست سلولهای مغز میشه، وگرنه ما یه سری بچه مریض غیر قابل غیر کنترل رو داریم به دنیا تحویل میدیم. ویدا، بنابراین شاید با هم فکری بکنیم برای اینه که چطور بچه ها رو بیشتر مشغول نگه داریم که کمتر وقت داشته باشن برای بودن روی آنلاین بیمعنی و بیموقع. به هر حال ساعتی که برای مغز تینیجر اوکیه 10 ساعت در هفته روی الکترونیکس هستش، که فکر کنم به من بخندی الان که بگم 10 ساعت در هفته. امیدوارم یعنی ما بتونیم همچین کاری بکنیم. به هر حال خیلی ممنونم ممنونم ویدا جان که با ما بودی. به هر حال مهمترین کلیدی که شما انجام میدی اینه که شما انقدر مدل خوبی هستی برای اینی که بچه شما از شما کپی کنه و من با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. مرسی از وقتی که دادین به من. بابای. دوستان عزیز، برنامه خیلی زود تموم شد، بحث خیلی مفصله و من باز هم در رابطه با مغز، نقشی که بازی میکنه، با شما صحبت میکنم و در رابطه با کارهایی که در مایند تراپی سنتر انجام میدیم. اگر میبینین بچه ها مشکلی دارن برای تمرکز، برای استفاده از الکل و مواد مخدر، برای استراب، وسواس و استرس، اگر غمگینن، اگر انرژی ندارن، اگر یاد نمیگیرن، علائمیه که بهش فوری برسین. ما در مرکزمون 310-286-1480 در خدمت شما هستیم و اجازه ندین که یک تبلت، یک الکترونیکس بین شما و بچه های شما بیاد. با تشکر از فرصتی که به من دادین و به برنامه گوش کردین، به امید مغز سلامت و جسم سلامت، تا برنامه آینده، روز و روزگارتون خوش. فرشاد، دست درد نکنه. مرسی از قربانت. ممنون. دوستان عزیزم، لادن متین، ولی پروامو،
شیرین کریمی، ممنونم که برام فرزانه شوها، زهرا حیدری، ارشیانیک، شیدا مای عزیز، زهرا ترجمان، همه شما عزیزانی که آمدین ازتون تشکر میکنم که با ما بودین. ممتاز عزیز، انسی سالم عزیز، میترای عزیز، مواظب خودتون باشین. اگه هر سوالی داشتین به من زنگ بزنین، من در خدمتتونم. روز و روزگارتون خوش.